دومین نشست تحقیقاتی درباره طرح چشمنداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر در مقر مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مقدس کربلا برگزار شد جلسه دوم این نشست نیز با حضور تعدادی از مسئولان کارشناسان و فعالان دانشگاهی برگزار گردید. از جمله افراد حاضر در این نشست، مهندس باس مباس، مدیر پیشین برنامه ریزی عمرانی، مهندس مازن الیاسری، مدیر پیشین شهرداری شهر مقدس کربلا، مهندس فائز ابو مدیر پیشین اداره برق شهر مقدس کربلا بودند. در این نشست مواضع مختلفی مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت و حضار نسبت به اهمیت ویژه اجرای طرح چشمانداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر تاکید کردند و درباره آثار و فواید اجرای چنین طرحی صحبت کردند صلاح الجشعمی مدیر بخش حقوقی مؤسسه مصباح حسین علیه السلام در این نشست طی اظهاراتی بر اهمیت دعوت از کارشناسان و مسئولان بیشتری برای شرکت در چنین نشستی تاکید کرد تا بتوان راحت تا بتوان راحت تر، بهتر و کارشناسان تر در راستای اجرای این طرح گام برداشت و به یک نقشه راه کامل دست یافت. عبدالصاحب الکشوان، مدیر مؤسسه مصباح حسین علیه السلام نیز طی اظهاراتی بر اهمیت طرح چشمانداز اربعین 2030 با حضور 50 میلیون زائر در میان طرح‌ها و برنامه‌های این مؤسسه اشاره کرد و گفت که بر همین اساس این مؤسسه به دنبال آماده کردن طرح جامع و کاملی برای اجرای آن است